ازین تاریخ. نکته دیگر که باز در همون حدیث آمده است این است که نکته چهارم، نماز پشتوانه اعمال دیگر ما هست، یعنی ارزش و اعتبار همه اعمال به نماز وابسته است. در همین دنیا هم همینطور است، خود نماز پشتوانه رفتاری انسان هست، پشتوانه رفتار و کردار انسان است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، نماز انسان را از کارهای زشت و منکرات باز می‌دارد، اگر نماز درستی انسان بخواند. البته اهل نماز به معنی واقعی کلمه باشد نمی‌تواند دنبال خلاف برود، کار خلاف از او بر نمی‌آید. اون نمازهای بی ارزش هست که انسان با وجود خوندن آن باز هم تن به کارهای ناروا می‌دهد. پس نماز پشتوانه اعمال انسان است در دنیا اولا، و مهمتر از همه در جهان آخرت. در جهان آخرت نماز پشتوانه اعمال ما است. چگونه؟ در همون حدیث آمده است که وقتی انسان از عمل، از نماز به عنوان اولین موضوع بازجویی می شود، به دنبالش می فرماید فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. نص حدیث است، اگر نماز شایسته شد بقیه اعمال انسان هم شایسته می گردد، و اگر نماز فاسد شد بقیه اعمال هم فاسد می شود، یعنی دیگه ارزش و اعتبارش رو از دست می دهد. هیچ عملی ارزش و اعتباری ندارد اگر نماز بی ارزش از کار در بیاد. اصلا ارزش ندارد نماز و اعمال دیگر انسان. اگر نماز انسان بی ارزش باشد دیگه به اعمال دیگرش اصلا نظر هم نمی افکنند، هیچ محلی نمی گذارند به اعمال دیگر انسان اگر نماز بی ارزش باشد. خدای ناکرده. نکته پنجم که باز باروان یک اصل می توان بیان کرد در ارتباط با نماز این است که به نص قرآن در سوره مبارکه مدثر که اولین سوره هایی است که نازل شده است بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اولین چیزی که جهنمیان به عنوان علت ورودشون به جهنم، علت سقوطشون در جهنم ذکر می کنند ترک نماز است. وقتی از جهنمیان سوال می شود که ما سلککم فی سقر، بخوانید سوره مدثر را بخوانید، ما سلککم فی سقر، چه چیز شما را در سقر یعنی در جهنم افکند، سرازیر کرد، چه میگویند؟ قالوا لم نکن من المصلی. اولین سببی که ذکر میکنند این است که میگویند ما جزء نمازگزاران نبودیم، نماز نمیخواندیم. پس نماز میتواند عامل اصلی سقوط انسان در جهنم باشه، ترک نماز. خود همین ترک نماز میتواند کافی باشد برای سرازیر شدن انسان در جهنم. اصل ششمی که باز در ارتباط با نماز میتوان بیان کرد این است که نماز قالب مشخصی دارد، یعنی باید نماز را فرا گرفت، نماز را انسان باید یاد بگیرد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در ارتباط با نماز فرموده است که صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانید آنگونه که دیدید من نماز میخوانم. یعنی قالب نماز را پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اساس کیفیت نماز خودش برای ما تعریف کرده است، معرفی کرده است. این قالب نماز است، یک کار سلیقه‌ای نیست که ما از سلیقه خودمان فقط استفاده بکنیم برای خواندن نماز. نباید سلیقه ما در نماز خواندن و طرز نماز خواندن ما نقشی داشته باشد، بلکه اون سلیقه دین هست، سلیقه پیامبر که بر اساس تعالیم الهی هست، بر اساس اون دستورالعملی که خداوند صادر کرده است برای نماز خواندن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز خوانده است و اون قالب را به عنوان قالب رسمی و معتبر نماز برای ما معرفی کرده است. نماز بخوانید آنگونه که دیدید من نماز میخوانم. پس باید انسان به کیفیت نماز خودش هم اهمیت بده، به چه طرزی نماز بخواند، قالب نمازش را درست بکند، یاد بگیرد چگونه نماز بخواند. نماز باید آموزش داده شود به کودکان، مخصوصا که ما در اوایل سنین کودکی نوجوانی بالاخره اونها موظفن که نماز بخوانند، اما موظفیم اونها را به نماز امر بکنیم در از سن 7 سالگی به بعد، کیفیت نماز هم آموزش داده شود در کلاس های قرآن، مثلا قرآن
آموزش داده می شود، کیفیت نماز هم به عنوان یک درس آموزش داده شود. پدران نمازداران هم کیفیت نماز را درست به فرزندان خودشون یاد بدهند بعد از اینکه آن را درست یاد بگیرند. نکته هفتم یا اصل هفتم که در ارتباط با نماز حائز اهمیت هست این است که عدم دقت در ارتباط با نماز مساوی است با باطل شدن نماز انسان. بیمبالاتی و سرسری گرفتن نماز و دقت نکردن در خواندن نماز، در کیفیت خواندن نماز، همینطوری از سرانداختن این عبادت برابر است با باطل شدن و به هدر رفتن زحمت انسان. دیگه شوخی بردار نیست این قضیه، تعارفی هم نیست. جا ما بخواییم الان کسانی به دلخوش بکنیم که نه شما نماز بخوانید و هر طور بخوانید بالاخره مسلمانید، نمازتون قابل قبول هست، خدا انشاءالله قبول میکند، سر کسی رو ما نیامدیم شیره بمالیم که اینطوری افراد را همینطوری دلخوش بکنیم به اون چیزی که در شرع برخلاف اون برای ما نقل شده است. یک صحابی میاد از افرادی که تازه مسلمان شده بودن، ظاهرا یک فرد مثلا اعرابی و صحرانشینی بوده است که کیفیت نماز را هنوز خوب یاد نگرفته بود. همه اصحاب دیگه در مقام تعلیم و تربیت بودن در طول این مدتی که پیامبر رسالت خود را انجام میداد، تحت تعلیم و تربیت آن حضرت بودن و در نهایت دیگه از این مدرسه، از این دانشگاه فارغ التحصیل شدند و اهلیت پیدا کردند که واسطه باشن بین ما، بین امت و بین پیامبرش، واسطه باشن دیگه، اصحاب واسطه هستن که دین از طریق اصحاب پیامبر به ما رسیده است. کیفیت دین یا کیفیت نماز مثلا تعالیم دینی کلن از طریق اصحاب به ما منتقل شده است، اونها واسطه هستند بین ما و پیامبر از لحاظ اینکه تعالیم دین را به این امت منتقل کردند. خب را کار را داریم این مسئله، یک فردی که هنوز خوب نماز یاد نگرفته بود آمد در خدمت پیامبر، در محضر آن حضرت نماز میخواند، در انظار آن پیامبر اکرم نمازی خواند و بعد آمد به خدمت آن حضرت سلام کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جواب سلامش را داد و فرمود که ارجع فصل فانک لم تصل، برو بر بگرد نماز بخوان که تو نماز نخوانده ای. دقت بکنی به این عبارت خیلی سنگینی هست. نفرمود الان خدا قبول میکند بیا تو یاد به تو بدهم، گفت برو بر بگرد نماز بخوان که تو نماز نخواندی، نمازی را که خوانده بود فرمود نخوانده ای نماز. بار دوم این شخص رفت و نماز خواند و دوباره آمد سلام کرد، جواب سلامش را شنید، بازم اما همان حرف را پیامبر تکرار کرد، برو بر بگرد نماز بخوان که تو نماز نخواندی. بار سوم هم آمد همین صحنه تکرار شد، در نهایت دیگه اون شخص به دست و پا افتاد، به التماس افتاد، والذی بعثک بالحق ما احسن غیر هذا فعلمنی، قسم به اون کسی که تو را به حق مبعوث کرده است ای پیامبر، من بهتر از این بلد نیستم. مشخصه که این شخصی که تعمدن این کار را انجام نمیداد، که تعمدن نماز خود را اینطوری اشتباه نمیخواند، اگر عمدی بود یک بار کافی بود، بار دوم ادب میشد با اون توریخ پیامبر ادب میشد، ولی بالاخره این شخص ندانسته نماز خود را اینطوری خواند. اینجا دیگه جهل و عذر نیست برای انسان مسلمان، مواظب باشیم نگوییم من ندانستم یا یاد نگرفتم، باید انسان یاد بگیرد، ضروریات دین رو باید انسان یاد بگیرد. همونگونه که انسان خیلی چیزها یاد میگیرد مجبور است یاد بگیرد دیگه، وقتی انسان سر و کارش با چیزی افتاد مجبور است یاد بگیرد، وقتی سر و کار انسان مثلا با موبایل افتاد مجبور است طرز استفاده از آن یاد بگیرد دیگه، هیچ چاره ای هم ندارد اگر میخواد از اون استفاده بکند. هر چیزی که سر و کار انسان با اون میافتد در دنیا مجبور است آن را درست یاد بگیرد. نماز هم که سر و کار اصلی ما با اون هست، با اون یک عبادت، باید اون را یاد بگیریم، باید یاد بگیریم، باید انسان برود دنبالش بپرسد، سوال بکند، بالاخره یاد بگیرد کیفیت نماز را، اشکالی اگر در نماز او هست بداند. اگر هم مشاهده کردیم از همدیگر و
موظفیم که به همدیگر گوش زد بکنیم، اشکالات همدیگر را برطرف بکنیم. این است که بی‌مبالاتی در این رابطه زحمت انسان را به هدر می‌دهد. نقطه